امروز از اون روز است که هرچی تلاش میکنم اونم خوب نمیسته. تو یکی نیست بگه دختر برچی ما تو صاف میکنی آخه. خب بگذاریم دیگه ببخشید. سلام، من مرجانم، خوش اومدی به این ویدیو. توی این ویدیو میخوام براتون از هزینه هایی که باید بکنید برای اومدن به فرانسه بگم، از هزینه های مهاجرت اول بگم که چقدر من خودم توی این بازه زمانی خرج کردم و هزینه های زندگی توی فرانسه رو براتون بگم که چقدر بعدن که اومدیم اینجا قراره خرج کنیم. همه ما پیش خودمون فکر میکنیم که خب الان این خرج رو میکنم، رفتم اونجا کار پیدا میکنم و دیگه تموم، دیگه همه مشکلات زندگیم حل میشه، ولی باید بگم که از این خبرها نیست، حداقل تا الان که واسه من نبوده. من یه لیست نوشتم از تمام هزینه هایی که قبل از مهاجرت شما باید توی ایران داشته باشید. خب اول من با هزینه مربوط به ترجمه مدارکتون شروع میکنم. شما اگر بخواید مدارکتون رو به زبان فرانسه ترجمه بکنید بستگی به تعداد صفحاتتون داره. حالا خیلی مبلغش مبلغ بالایی نیست قطعا و میتونیم تا سقف تقریبا 4-5 میلیون در نظرش بگیریم، حالا اگه بخوایم به پول خودمون بگیم. پس اینه یه ترجمه، مثلا پاسپورتتون، پاسپورت که نه، شناسنامتون، چه میدونم مدرک، آخرین مدرک تحصیلیتون، ریز نمراتتون، دیگه تمام این هزینه های خورد خورد. حالا اگر سوابقی جایی دارید که بخواید ترجمهش کنید، اگر مهارتی دارید، دیپلم خاصی به جز اون مقطع تحصیلیتون دارید که بخواید اونو ترجمه بکنید، حالا بازم میگم بسته به تعداد صفحاتی که داره میتونه حالا شاید بیشتر از 4-5 تومن هم حتی بشه، ولی دیگه نهایت همینقدر میشه دیگه، مگه چقدر جزئیات داره کارهایی که کردیم. بعد اینکه یکی دیگه از کارهایی که باید قبل از اومدن به اینجا برای مهاجرتتون انجام بدین و هزینه بر هست، اون در واقع دانشگاهیه که میخواید شرکت کنید یا اگه دوره زبان هست اینجا میخواید شرکت بکنید و بستگی داره دیگه، دانشگاه تا دانشگاه فرق میکنه و اینکه دوره‌های زبان توی شهرهای مختلف توی فرانسه هم با هم فرق می‌کنن. مثلا بخوایم حدودی بگیم، یه چیزی بین تقریبا میتونیم بگیم از 1000 یورو، یه سری دوره‌های اینجا هست که از 1000 یورو شروع میشه تا بیش از، یعنی تقریبا 4000 یورو دیگه به 5000 یورو نمیرسه. توی این بازه بین 1000 تا 4000 نوسان میکنه. حالا ما میانگین بگیریم بگیم 2000، یعنی بهتره که از 2000 به بالا در نظر گرفته بشه، حالا دوره های زبان یا اون کورس دانشگاهی که میخواید شرکت بکنید، تقریبا توی این بازه قیمتی در نظرش بگیریم و قیمت ها بر اساس یورو الان که دارم میگم. و شما اول کار نباید همه این هزینه رو، هزینه چه میدونم دانشگاهتون، هزینه دوره‌ای که میخواید شرکت بکنید یا هر چیزی رو، همون لحظه اول نباید این هزینه رو یک جا بدید. یه بخشیشو اول کار پرداخت میکنید، بعد از اینکه حالا پذیرشتون رو گرفتید، بعد که اومدید اینجا بقیه هزینه رو باید براشون پرداخت بکنید. و قسمت جالبش که خیلی هم منو اذیت کرد، پرداخت اینجا باید حتما با کارت بانکی باشه و اینجا کارت بانکی گرفتن به این راحتی ها که فکر میکنی نیست، پس حواستون به اینم باشه. بعد این دوره زبان است یا مثلا دانشگاه، حالا شهر به شهر فرق میکنه. مثلا خب قطعا همونطور که توی ایران که هستیم، تهران هزینه های زندگی، هزینه تحصیل، هزینه همه چیز به نسبت بقیه شهرها گرونتره و بیشتره. اینجا هم همینطوره، توی پاریس و اگه اشتباه نکنم توی لیون، دو تا شهری هستن که بالاترین هزینه های زندگی رو دارن به لحاظ زندگی، مثلا
چه میدونم یه خوراکی، یه غذایی که اینجا میخوری، یا یه چیزی که یه چیز حتی ضروری که چه میدونم دفتری کتابی چیزی اینجا میخری، من الان توی استرسبورگم، میخری با قیمتش دقیقا با چیزی که توی پاریس هست خیلی فرق میکنه. پس اینم باید در نظر بگیریم و بریم سراغ این هزینه رو که یه بخشش رو باید اول بدیم، ولی خب باید روی کلش حساب بکنیم دیگه. یعنی تقریبا مثلا ما 2000 تا 4000 یورو رو در نظر بگیریم. بعد میرسیم سراغ هزینه های زندگی. هزینه زندگی خب شامل خیلی بخش های مختلفی میشه. اولین چیزی که براتون باید ملاک باشه و براتون اهمیت داشته باشه هزینه خونه هست. هزینه خونه، باز میگم اگر دنبال خونه هستید توی البته باید یادتون بدم چجوری دنبال خونه بگردید، چون گفتم یکی از مراحلی که من با موها مشکل دارم مشخص، یکی از مراحلی که باید قبل از اومدن به اینجا انجامش بدید اینه که یه خونه تهیه کنید که بگید اینجا من میخوام برم اینجا ساکن بشم و به واسطه اون بتونید شما ویزا رو توی ایران بگیرید. پس قبل از اومدن به اینجا باید دنبال خونه باشید، نه که بیاید اینجا تازه دنبال خونه بگردید، چون اینجا خونه ها زیاده ولی تعداد مهاجرا خیلی خیلی بیشتر از خونه هاست و ممکنه که خونه گیرتون نیاد حتی. بعد اینکه حالا هزینه خونه توی، باز میگم توی قطعاً توی پاریس خیلی خیلی بیشتره، یعنی مثلا از 700-800 یورو شاید بیشتر حتی شروع میشه. و هزینه خونه ای که میگم، اون خونه ای که اونجا دارین توش تو ایران توش زندگی میکنین، چه میدونم 200 متر، 300 متر، 400 متر، اونا نه، هزینه خونه ای که 17-18 متر، نهایتا 24 متر، داریم در مورد این صحبت میکنیم، نه اون خونه ای که شما از خونه تصور دارید، نه اون نیست. حالا بعد یه بار خونه رو نشونتون بدم تا ببینید چی میگم. بعد اینکه مثلا من خودم اینجا دارم ماهی 600 یورو هزینه خونه میدم، ولی شما میتونید بین یه چیزی بین مثلا 400 تا 600 یورو برای شهرهایی به جز پاریس در نظر بگیرید. و یه نکته هم بهتون بگم، یه چیز خفنی که فرانسه داره اینه که یه صندوق کمک هزینه گذاشته به اسم کف، CAF، کف. بعد این شما وارد، بعد از اینکه اومدید اینجا البته، وارد سایتش میشید، یه سری مدارک ازتون میخواد، یه پروفایل میسازید، مدارکتون رو بارگذاری میکنید، بعد این سازمانی که در واقع یه کمک هزینه بهتون میده زحمت میکشه بین 30-40% از هزینه خونتون رو اینجا براتون پرداخت میکنه. یعنی اگر چه میدونم 500-600 یورو دارید در ماه هزینه خونه میدید، 30-40% کم میشه دیگه، چون 30-40% رو دیگه نیازی نیست شما بدید، سازمان کف براتون تخفیف میگیره. و یه چیز باحالی هم که داره اینه که مثلا این پروسه کف گرفتن یکم طولانیه، ولی مثلا اگه من الان اومدم چه میدونم 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه 4 ماه دیگه من کارای این سازمان برام اوکی بشه و کف رو بگیرم، از همون روز اولی که من اومدم شروع میکنن اینا رو کم کردن و پولش رو به هم میدن. یعنی مثلا من اگه هر ماه دارم این 600 یورو رو بابت خونه میدم و چه میدونم 4 ماه دیگه برای من کف درست میشه، این 4 ماه رو هم لحاظ میکنن، این از همون اولی که من اومدم و پرداختی داشتم برای خونه در نظر گرفته میشه، نه که دقیقا از همون موقعی که کارای من توی سازمان کف اوکی شد، اگر که دیرم بشه ولی باز خب ارزششو داره. این خیلی چیز خفنیه. بعد این هزینه هایی که شما، عمده هزینه هایی هست که شما در واقع قبل از اومدن به ایران باید انجامش بدید. یه چیزی هم بگم، شما برای در واقع سفارت که میرید، کامپوس در واقع میرید، روزای آخری که برید تمام مدارکتون رو که گفتم تحویل کامپوس بدید، اونجا یه 90 یورو هم ازتون میگیرن که کاراتون رو انجام بدن.
و اگر مثلا من خب ساکن تهران نبودم، بعد اگر که تمام مدارکی که بهشون میدین، حتی پاسپورت، همه چیزتون اونجا میمونه تا وقتی که نتیجه ویزاتون بیاد. حالا چه ویزاتون اوکی بشه، پذیرشتون اوکی بشه، چه ریجکت بشید، خب شما به این مدارک نیاز دارید و این مدارک به شما برگردونده بشه. هم موقع ازتون میپرسن که آیا میخواین مدارک رو ما خودمون براتون بفرستیم یا خودتون بیاین بگیرید. اگه که خب دوست دارین خودتون میتونین بریم بگیرین، اگر نه 5 یورو اضافه تر ازتون میگیرن تا مدارکتون رو براتون بفرستن. خب برای من به صرفه نبود بخوام این همه راه بکوبم از اصفهان برم تا تهران دوباره، پس 95 یورو من هزینه کردم واسه همین کامپوس، سایت کامپوس که رفتم مدارکم رو تحویل دادم. حالا به جز اون سفری که باید میرفتم و اینا، کاری به اون هزینه های دیگه ندارم، دارم در مورد هزینه های اصلی صحبت میکنم. خب این کل هزینه هایی بود که من قبل از اومدن به اینجا انجام دادم. به اضافه وقتی که خونتون اوکی شد و ویزاتون اوکی شد، یه کار کوچیک دیگه هم باید اونجا انجام بدیم. وقتی که توی ایران هستید، وقتی که میخواید بیاد اینجا خونه رو تحویل بگیرید، ازتون یه برگه بیمه‌نامه خونه میخوان. یعنی اونجایی که میاد خونه رو تحویل بگیرید بهتون میگه که آیا خونه رو بیمه کردی یا نه. بیمه ای که میکنی یعنی دیگه اگه هر اتفاقی برای خونه بیفته، چه میدونم آتیش سوزی، هر چیزی که پیش بیاد، دیگه پای تو نیست، تو تقصیر کار نبودی، که به نظرم چیز خوبی هم هست حتی. ولی باید یه سایتی داره، باید از ایران وارد سایت بشید، پرداختش هم از همونجا امکان پذیر هست. تقریبا هزینهش یه چیزی بین 20 تا 30 یورو، دقیقا یادم نیست، خیلی هم زیاد نبود. یه مبلغی هم اونجا باید برای بیمه خونه بدید، چون که اولین باری که میایید تشریف میارید اینجا و میخواید کلید خونهتون رو بگیرید، به تو میگن خونه رو بیمه کردی یا نه. این بیمه هم که میدیم بیمه ای که برای 1 ساله، یعنی من این بیمه ای که دادم، مبلغ 20 تا 30 یورو که دقیقا یادم نیست دادم، رو برای 1 سال دادم. بعد اون بیمه ها رو، حالا چه پرینتش رو اگه دارید، یعنی پرینت بگیرید براشون بیارید، یا اینکه مثلا روی موبایلتون داشته باشید، میتونید بهشون نشون بدید. این میشه کل هزینه هایی که قبل از اومدن به ایران باید برای مهاجرت انجام بدید. حالا من آب میخورم و بقیه هزینه ها رو براتون میگم. خب حالا اومدیم اینجا، فکر میکنیم که اینجا گل و بلبله و اینجا باید چی کار بکنیم، هزینه های زندگی اینجا به چه صورتی هستن. خب اون هزینه کف رو که بهتون گفتم، اون یه چیز خیلی خوبیه که میتونید حتما ازش استفاده کنید، ولی نه به محض ورودتون به فرانسه. خب برای دانشگاه دارید میاد دیگه، وقتی میرید دانشگاه بقیه اون پولی که مثلا اکثر دورهای زبانی مخصوصا اینجوریان که معمولا 300 یا 400 یورو رو پیش میگیرن، شما اونو از قبل دادی، حالا بقیهش مثلا چه میدونم چقدر بوده، 2000 یورو، 3000 یورو، 4000 یورو که بوده، بقیه این پول رو ازتون میخوان. یعنی شما باید اون پول رو به دانشگاه تحویل بدین. اون از اون برای گرفتن کارت دانشجویی، باید بگم که اگه من توی اینستاگرام فالو کرده باشین میدونین که من دقیقا 2 هفته درگیر گرفتن کارت دانشجویی بودم. هنوز که اینجا نشستم کارت دانشجوی من درست نشده، الان شده 3 هفته. خب کارت دانشجوی گرفتن مثل ایران نیست که میرفتیم اونجا دانشگاه میگفتیم که کارت دانشجویی میخوام، بعد بهتون میگفت خب شماره دانشجویی و شماره ملی و اینا رو میدادین، یه کارت تقدیمتون میکردن، چقدر هم بهشون قور میزدین. اینجا از خبرها نیست، اینجا یه مقدار زیاد دوردویی داره، باید هی بدوی دنبال این کارته و باید یه مقدار زیادی اینجا پول بدی بابتش. خورد خورد باید جای مختلف پول بدین. یه فرم بهتون میدن پر میکنین، اون فرم برای مثلا 2-3 تا کد توی اون فرم باید بزنین، برای همون کد مثلا یه جا باید 70 یورو بدی، یه جا باید 50 یورو بدی، برای خود کارت که میخواد برات صادر بشه باید 170 یورو بدی دوباره. جمعاً برای گرفتن کارت دانشجویی ناقابل 270 یورو اینجا باید هزینه بکنید. بعد میریم سراغ هزینه بعدی که جز هزینه های مهمتونه و میشه هزینه حمل و نقل.
توی فرانسه به همین راحتی نمیتونی توی شهر جابجا بشی، چون که ممکنه شهرت بزرگ باشه و نمیتونی همش رو پیاده بری مثل من، و باید از ترام، اون قطار بین شهرشون، استفاده بکنی و اون خودش یه هزینه داره. بسته به بازه سنیتون این میتونه تغییر بکنه. برای فکر میکنم 25 سال به بالا 56 یورو در ماه هست، یا 30 سال به بالا 56 یورو، برای 25 سال تا 30 سال فکر میکنم 33 یورو. ولی اگر از دانشگاه تاییدیه تحصیل بگیرید، همون اشتغال به تحصیل بگیرید، بین 5 تا 7 یورو در ماه براتون میفته. کارت حمل و نقل میگیرید و فقط کافیه که هر ماه بین 5 تا 7 یورو برای این کارت حمل و نقل بپردازید. یعنی ماه اول که دادید هیچ، بقیه ماه هم بیاید شارژش کنید. و به نظر این میصرفه. بهتر از اینه که بخوایم پیاده کل شهر رو طی بکنید، خب قطعا خیلی بهتره. اما سراغ هزینه مهم بعدی بریم، هزینه اینترنتتون هست، هزینه آب و برق و گازتون هست. اینو در طول من ماهانه بهتون بگم، تقریبا، حالا من در مورد پاریس صحبت نمی کنم، هزینه هایی که داریم در مورد صحبت می کنیم برای شهر پاریس نیست، ولی برای بقیه شهرها، برای بقیه شهرها هست. معمولا بقیه شهرها مثل همه هزینه های زندگیشون یا هزینه های آب و برقشون. هزینه آبش تقریبا یه چیزی در میاد حدود 40 یورو در ماه، حالا باز بسته به مصرفی که دارین. برق گرونتر از همه ایناست، حدودا 70-80 یورو براتون در ماه در میاد. گاز هم همینطور، گاز هم میشونه 70-80 یورو باشه. هزینه اینترنت، این اینترنت خیلی داستان داره، باز اینجا سیم کارت گرفتن و نمیدونم اینترنت گرفتن و حالا اینترنت تو از کدوم اپراتور بگیری و اینا، باز خودش خیلی داستان ها داره. ولی مثلا شما برای شروع روی 30 یورو روش حساب بکنید، فکر میکنم این منطقی ترین حالتشه. اما میمونه در نهایت هزینه خورد و خوراکتون، که دیگه بستگی به خودتون داره دیگه. نمیدونم چقدر حالا میتونید یه سری وسیله ها خوراکی ها رو با خودتون از ایران بیارید، ولی خب تا کی این خوراکی ها براتون میمونه؟ اینا تا ابد نمیمونه، تموم میشه بالاخره، یه روزی یه جایی تموم میشه و بالاخره باید دست به کار بشین، پاشین بریم خرید کنین. و البته یه سری فروشگاهی هست که در حالا ویدیوهای بعدی معرفی میکنم، این فروشگاه ها خیلی تخفیفای خوبی میذارن مخصوصا برای دانشجوها. و یه چیز دیگه هم هست، یه سری جاهایی رو من کشف کردم که هستن و شما میتونین برید توی یک روزهای خاصی توزیع یه سری مایحتاج دانشجوها رو دارن. شما اون در واقع اتستاسیونی که مال دانشجو، مال در واقع همون استقلال تحصیلتون رو بارگذاری میکنید توی سایتشون، بهتون یه زمان میدن، میگن فلان روز فلان ساعت پاشو بیا اینجا، و یه عالمه خوراکی بهتون میدن که میتونید برای کل هفته ازش استفاده بکنید. اینم یه آپشن خوبیه که میشه روش حساب کرد. تا الان تقریبا همه هزینه هایی که باید انجام میدادید رو گفتم دیگه، خودتون یه حساب کتاب بکنید ببینید که چیا هست. تقریبا همه رو گفتم، با فرض این که لباس با خودتون بیارید، حداقل برای یکی دو ماه اول نخواهید دنبال لباس خریدن باشید، چون اولش اینطوریه که شما ذهنتون داره همه چیز رو با قیمتایی که توی ایران دیدید مقایسه میکنه و یه لباس براتون خیلی گرونه، یا مثلا چون میدونم یه چیزی که نیاز داشتید ولی نتونستید با خودتون بیارید براتون خیلی گرون به حساب میاد اینجا. پس یه سری چیزایی که میدونید لازمه رو حتما با خودتون بیارید، هرچند که حالا هرچی هم بیارید تهش باز اینجا به یه سری چیزها نیاز پیدا خواهید کرد. و این بود از ویدیوی هزینه های مهاجرت. و ببخشید که من موهام اینقدر به هم ریخته است، خیلی تلاش کردم که مرتبش کنم ولی نشد، اشکالی نداره. دوستتون دارم، کامنت بذاریم برای من و توی ویدیوی بعدی میبینمتون. خدافظ.